سالهای ساله که خامنه ای داره از اینترنت و فضای مجازی میناله. یه روز میگه که اگه من ولی فقیه نبودم رئیس فضای مجازی میشدم. یه روز دیگه میگه فضای مجازی وله. خلاصه این که این فضای مجازی بلای جون خامنه ای شده. کارشناسان ولایت مدار و اعضای پاچخار مجلس و بسیجی های ساندیس خورم عقلای نداشتشون رو روی هم گذاشتن و برای درمان این درد عظما به یک طرحی به نام طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی رو آوردن. این طرح سرکوبگرانه بلافاصله با موجی از خشم و نفرت مردم در فضای حقیقی و مجازی روبرو شد و آخوندها رو به هول و بلا انداخت. ساکت عزیزم، شما داری سیانت میشی؟ آخه نداره، لبخند بزن. عالیه، الان همه دنیا دوستان جای شما باشن. بله، همه دنیا دوستان جای شما باشن. حالا همزمان با انتشار این کلیپ ها در فضای مجازی و واکنش های مردم نسبت به این طرح ولایت پسند، مهرهای رژیم هم به صحنه اومدن تا همه کاسه‌کوزه‌ها رو بر سر کی بشکنن؟ بر سر فضای مجازی بشکنن. ما فضای مجازی موجود باعث شد اون سهام اولیه‌ها توی بورس، همین بیت کوین ها و اثرات که رمز ارزها که دوچار افت و صعود میشن، عامل اصلیشون فضای مجازیه که به کسب و کار این داره آسیب میزنه، به سرمایه اونها داره آسیب میزنه. بله، عامل همه بدبختی ها از جمله خوردن پول مردم تو بورس هم تقصیر فضای مجازیه. حالا احتمالاً بقیه مهرهای رژیم هم همشون دیگه به خط شده بودن که بیان قطعی آب و برق و بیکاری و گرونی و همه این مشکلات رو بندازن گردن فضای مجازی. اما حریف خشم مردم نشدن و از هر طرف که رفتن با موج افشاگری ها مواجه شدن. اینا هیچی، ما به درک، تو که طرح سیانت فلان و فلان رو تصویب میکنی، از فردا چجوری میخوای این مدام توییت بزنی راجع به همه چی نظر بدی؟ ها اون مکبوک خوشگل تو چجوری میخوای آپدیت کنی؟ اینا فکر کردی کار به جایی رسیده که این اینجنگول رئیس جمهور کره شمالی هم به ما پیام داده؟ نگاه کن، طرح سیانت رو بهتون تبریک میگم، کیم جون اون هستم، تازه رسیدیم به کره شمالی. هی آخ، چرا منو میزنی؟ چون همش تقصیر شماست. بله، در واقع همش تقصیر آخونداست. حالا کار به جایی رسیده که صدای نوه خمینی هم در اومده و در جنگ و دعوای باندی یک چنین جستی رو که میبینین گرفته. شاید دوره این میشد که شما یه چیزایی رو ببندید، یعنی مسئولیت ناشی از محدودیت ممکن بود بشه، اما امروز نمیشه. ماهواره رو منعش کردیم، شو چیکارش بود؟ هست. بعد گفتیم تماسای تصویری نباشه، اومد. فیلتر کردیم تلگرامو، هست. همه اینا هست، تلگرام هست، اینستاگرام هست و کاری هم نمیتونید علیه اون بکنید. البته این نوه خمینی یادش رفته بود که مخترعه این بگیر و ببندا و این دیوار کشی ها و این محدودیت ها بابا بزرگ دجال خودش بوده. من فکر میکردم که اگه ما بتوانیم یه دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، بین ممالک اسلامی و چی بکشیم، دیوار زمینی و هوایی که مملکت ما از دست اونها نجات پیدا کند و حتی ترقیاتشون رم ما عذرش را بخواهیم، به نفع ما بیشتر است. بله، به نفع ما بیشتر است. اینطوری بود که یواش یواش خود اعضای مجلس آخوندی هم دیگه دنده رو سنگین کردن و زدن توی شونه خاکی. این که الان موضوع این همه کاربران، علاقمندان، فعالان تو این حوزه دارن به موضوع اعتراض میکنن و متاسفانه با ادبیات بدی هم با اینا برخورد میشه. اکثر مقامات الان به این اذعان کردن که بایستی احتیاط کرد، طرح خوبی نیست، از علمای طراز اول گرفته تا مقامات طراز اول. بله، تا همین جای کار اونچه که روشنه اینه که آخوندا در این طرح هم مثل سایر طرحاشون
واقعا گیر کردن و راه پس و پیش ندارن. ویژگی اصلی فاز سرنگونی اینه که راه حلی برای آخوندها وجود نداره و هر کاری که میکنن بحرانی به زنجیره بحرانهاشون اضافه میشه.